بابام همیشه میگه نباید حرف شهریار رو باور کرد. میگه اونا هیچ وقت به عهد و پیمان خودشون پابند نیستن. میدونی ممکنه اون درست بگه، ولی من رو تو اینطور فکر نمی کنم. حق با توی. در همه جای دنیا آدم بد خوب پیدا میشه. باور کن این برای من افتخاره، با دختری که از نیرنگ های زندگی به دوره و قلبش مثل دریا پاک و بی‌آرایش عروسی کنن. ولی پدرت سهراب خان چی؟ شاید اون منو قبول نداشته باشه. عشق فقیر و غنی سرش نمیشه. من تو رو دوست دارم، اینه به پدرم هم میگم. همین امروز هم میرم تهرون و باش حرف میزنم. اون محال مخالفت کنه. من بهت قول میدم نرگس، تو به زودی عروسه. امیدوارم. حقیقت به خودش میگیره. خدا خواست که تو بیدار بشی و این دم آخری با هم حرف بزنی. چی میخوای بگی بابا؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ آفتاب عمر من داره غروب میکنه دخترم، بازم بهت میگم.
مواظب خودت باش که فریب گرگای زمونه رو نخوری. اگه طالب حقیقتی راه راست رو انتخاب کن. یه کسی رو واقعا دوست داشتی و باهاش عروسی کردی بهش وفادار باش و فراموش نکن که شوهرت خدای دوم تو پدر. چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ تا چند وقت دیگه پروفسور متخصص چشم ما که برای شرکت در کنفرانس پزشکی به اروپا رفتن برمیگردن. من به شما قول میدم که پسر شما معالجه بشه. من نمیتونم صبر کنم. شما اگر پدر باشین میتونین حال منو درک کنین. ممکنه بفرمایید پروفسورتون کی برمیگرده؟ تا دو سه ماه دیگه برمیگردم. تا اون موقع هم خطری پسر شما رو تهدید نمیکنه. من تا دو سه ماه دیگه اجازه بدیم من پسرمو بفرستم اروپا. شما میتونید با پروفسورتون تماس بگیرید که همونجا بهرامو معالجه کنه. اشکالی نداره. هر طور که شما مایل باشین ما ترتیبشو میرسیم. متشکرم دکتر. با اجازهتون در اولین فرصت پسرمو میفرستم اروپا. چرا باید اهالی تو رو دو فلعنت کنن؟ چرا اینقدر به خودت زجر میدی؟ برو پیداش کن. با پیدا کردن اون این ماجرا برای همیشه تموم میشه. گشتن من بیفایده است. اون آدم بدی نیست. حتما به این حرفا رو میزنی. اقلن از ولی اگه پیداش نکنم دیگه به اینجا بر نمیگردم. عروسی کردی که من خبردار نشدم. والا چی بگم، هنوز عروسی نکردم. چی؟ عروسی نکردی؟ کریم با تو کاری ندارم. خب بگو ببینم چی شده. مگه بهرام خان به شما حرفی نزده؟ چه حرفی؟ چی میخوای بگی؟ من از بهرام خان حامل شدم. قرار بود بیاد با شما صحبت کن و برگرده ده تا با هم عروسی کنیم. خفه شو دروغگوی نانجیب. من نانجیب نیستم. من دروغگو نیستم. شما بهرام خانو صدا کنید. خودش همه چیزو به شما میگه. ما هم دیگر رو دوست داریم. تو چطور جرأت میکنی که چنین حرفایی؟ هیچ قسم دروغ نمیخوریم. حالا هم حاضرم برم وضو بگیرم براتون قسم بخورم که حرفام همش دلتون بخواد میتونین بگی. ولی اینو بدونید که ما دهاتی اگه سرمون بره هیچ وقت قسم دروغ نمیخوریم. حالا هم حاضرم برم وضو براتون قسم بخورم که حرفام همش حقیقت داره. فضولی موقوف دختره بی حیا. میخوای قسم بخوری که نانجیبی؟ میخوای قسم بخوری که چی؟ از خدا خجالت نمی کشی؟ خدایا به من کمک کن. آخه بهرام چی شده؟ کجاست؟ بهرام رفت اروپا. تا حالا حتما ازدواج کرده. دیگه هم به ایران بر نمی گرده. تو هم بهتره راه تو بگیری و بری دنبال کارت. پس این بچه چی؟ من که دیگه رو ندارم به ده برگردم. چی کار کنم؟ به کی پناه ببرم؟ سهراب خان اجازه بدین من همینجا بمونم، کلفتیتونو بکنم. نتونو به دنیا بیا بهرام خان برگرده. اگه اومد و منو نخواست میرم جایی که دیگه هیچ کس منو نبینه. بلند شو این جنگولک بازی رو در نیار. تو باید فکر بهرام از سرت دور کنیم. آخه چطور میتونم؟ من اونو دوست دارم. این بچه میوه ی عشق منو بهرامه. این بچه باعث ننگ و بدنامیه. اونو باید در نطفه خفه کرد. سهراب خان کفر نگی. از خدا بترسید. این بچه که گناهی نداره. خفه شو. حالا دیگه برای من موعظه‌ام میکنی؟ زود باشه اینجا برو بیرون. خیلی خوب میرم. اما اینو بدونی که خدای من اون از من و بچه‌م نگهداری میکنه. ولی شما چی؟ از غضب الهی نمیترسید؟ از این نمیترسید که یه روزی از کار امروزتون پشیمون بشین؟ خدا حافظ. Thank you.
صبر کن. بیا این پولو بگیر، یه سر و سامانی به زندگیت بده، بهرامم فراموش کن. ای کاش میشد عشقو خرید و فروش کرد. اون وقت من عشقی رو که از بهرام خان داشتم میفروختم و یه زن ثروتمند میشدم. نه، این پولو برای خودتون نگهرید. اون خدایی که یه همچین عشقی بین من و بهرام خان به وجود آورده، خودشم از ثمره این عشق نگهداری میکنه. پسر عزیزم، اینو بهش میگن انسانیت؟ یه زن بیکس و بیگاه به شما متوسل شده، اون وقت شما به اینکه به اون کمانین بهش دروغ میگین و روحش رو میکشین؟ پسرم بشین یک کمی منطقی فکر کنیم. من نمیدونستم حرفای اون تا چه اندازه حقیقت داره. فرض محال میگیریم شما بهش پناه میدادین، چطور میشد اگه دو سه روز دستش تو سفره شما میشد؟ شما که من برمیگردم، اگه دروغ گفته بود خودش خجالت میکشید و راهشو میگرفت و میرفت. من از این میترسیدم که این موضوع حقیقت داشته باشه. بله پدر، بله این موضوع حقیقت داره. من با صدای بلند اعلام میکنم که اون دختر دهاتی رو دوست دارم و میخوام باهاش عروسی کنم. شخصیت تو اجازه نمیده که با یه دختر دهاتی عروسی کنی. من برای تو بهترین دخترها رو در نظر گرفتم، از خانواده های سرشناس و متمول این شهر. من به خاطر ثروت و کسی نمیخوام ازدواج کنم. شما ممکنه طرز فکرتون از من بهتر باشه، ولی من با شما خیلی فرق دارم. منم وقتی جوان بودم مثل تو فکر میکردم، ولی گذر زمان ثابت کرد که اشتباه میکنم. همونطور که امکان داره تو با گذشت زمان فکرت عوض بشه. گوش کن پدر، تو هم مثل همه پدرهای دیگه زحمت کشیدی تا منو به این سن سال رسوندی. تو هر چی بگی من بدون چون و چرا قبول میکنم، ولی این یک کار از من نخواه. من نرگس رو دوست دارم، تو چه بخوای چه نخوای من باش عروسی میکنم. چه مصیبت بزرگی. تو میدونی با این کارت چه جنجالی تو فامیلمون برپا میشه؟ کدوم فامیل؟ فامیلی که سال تا سال رنگ همدیگر رو نمیبینن، فقط مثل داشخورا منتظر نشستن که آگهی خطبی منتشر بشه و بیان مرده خوری؟ یا مجلس جشنی که شکم کارت خوردشون به نوایی برسه؟ این فامیلای ظاهری چه دردی رو از آدم دوا میکنن که من بیام عشقم و فدای هوا و هوس اونا بکنم؟ من حالا نرگسم از کجا پیدا کنم؟ خدایا تو بزرگی، خودت نرگس منو حفظ کن. بهرام، اسیر احساسات خودت نشو. زندگی غیر از اینه که تو تصور میکنی. بله، زندگی برای شما و همه پدرهای دیگه که مثل شما فکر میکنن اینه که یه دختر باب میل خودشون برای پسرشون انتخاب کنن. دیگه کاری به اخلاق و رفتار و طرز فکر عروس و خانوادش ندارن. با اینکه تجربه به همه شما ثابت کرده که این ازدواج ها نافرجامه، ولی طرز فکر شما عوض نمیشه. دوباره یک ازدواج با همون رسوم متداول. این حرفا چیه میزنی پسرم؟ من میخواستم از یه دختر پاک و معصوم یه زن ایدئال بسازم، ولی شما نذاشتین پدر. پسرم، من دیگه مثل آفتاب لب بوم میمونم، ممکنه به همین زودی غروب کنم. میخوام هر چه زودتر تو سرانجامی پیدا کنی. فکر نرگس از سرت دور کن. تو اشتباه میکنی. من اگه شده سالها صبر کنم، صبر میکنم تا نرگس رو پیدا کنم و بهش بفهمونم که تو این دنیا حقیقت و وفا وجود داره. بله برام خواهد. نرگس خیلی وقتی که رفته تهرون، ما هم ازش هیچ خبری نداریم. خدافظ. خوش اومدی. Thank you.
خدایا چقدر باید دنبالش بگرد. چقدر ببخشید، برادرزادتون در اروپا در چه رشته‌ای تحصیل کردن؟ در رشته زبان. چه دختر خوشگلی. اگه عرضه داشته باشی این دختر خوشگل با تمام ثروتش مال تو میشه. پس رویا همینه؟ بله، بهرام خان بعد از مرگ پدر و برادر و زن برادرش که در یک حادثه اتومبیل اتفاق افتاد، رویا رو که تنها فرزند برادرش بود تحت تکفل خودش قرار داد و اونو برای تحصیل به اروپا فرستاد. ضمناً فراموش نکن که تنها وارث شریک عزیز من بهرام خان همین دختر خوشگل تو دل بروست. و اینم باید بدونی که شوهر آینده رویا خانم از این ثروت بی‌نصیب نمیمونه. منظورتونو میفهمم پدر. این دیگه بستگی به عرضه و لیاقت تو داره که تا چه حد بتونی در این خانواده نفوذ کنی. به نظرم منو دست کم گرفتی پدر. از کجا معلوم که با یه نگاه عاشق دلخسته من نشه و جلوم به زانو نیفته؟ اگه بخوای ژیگول بازی در بیاری دختره از دستمون در میره. حواستو جمع کن پسر، واسه من وخیمه. در حال حاضر احتیاج زیادی به این ثروت دارم. اگه نتونیم دختره رو به چنگ بیاریم من نابود شدم. ناراحت نباش، حساب کن ثروت شریک عزیزت از حالا توی روه و اون خوشکلم تو بغل من. آره شلو پسرم، بهرام خانم قول داده در اولین فرصت بینم. همون آرزویی که برادر خدا بیامرزم داشت. من تابعه شما هستم عمو جان. به نظر من بهتره به خواستگاری محمود خان جواب مثبت بدی. من جهانگیر رو پسر لایق و زرنگی میدونم. اون برای تو شوهر مناسبی خواهد بود. عمو جان، همونطور که بارها گفتم من تسلیم نظریات شما هستم. شما به گردن من حق بزرگی دارید. اگه شما نبودین معلوم نبود الان من چه سرنوشتی داشتم. از کجا معلوم که مثل بچه های ولگرد دیگه آواره کوچه و خیابون نبودم. متشکرم دخترم، قابل تقدیسی. خب پس کار تمومه، باید موافقت تو به محمود خان اطلاع بدم. صبر کنین عمو جون، هنوز حرف من تموم نشده. خودتون میدونین که ازدواج مسئله کوچیکی نیست که بشه به همین زودی دربارش تصمیم گرفت. این مسئله به زندگی و آینده من بستگی داره. اگه اجازه بدین چند روزی برم کنار دریا. هم خستگی تحصیل در اروپا از تنم بیرون میره، هم درباره این پیشنهاد فکر میکنم. البته اگه شما بیاین بیشتر خوشحال. نظرتو میپسندم دخترم، ولی اگه موافق باشی من چند روز دیگه به تو ملحق میشم، چون یه مقدار کار دارم که باید اونا رو انجام بدم. سکینه. بله آقا، چه فرمایشی داشتی؟ به ابراهیم و سالار اطلاع بده وسایل لازم رو آماده کنن. باید یه چند روزی با خانم برین کنار دریا. چشم آقا. امیدوارم بهت خوش بگذره. متشکرم عمو جان. اسمال آقا، اسمال آقا. فرمایید. آقا گفتن زود باشین حاضر شین، باید با خانم بریم کنار دریا. صبر کن ببینم. صبر کن. ببینم آقا با اسمال راننده کار داره یا با اسمال آشپز؟ خب معلوم اسمال راننده ده. تو چند خنگی آقا. آقا تو یه دقیقه دندون به جگر بگیر، بذار آبجی خانم حرفشو بزنه. زود باش برش آبگاره بیار بینی. باش کرده عبدو خیاری دادی. آقا رانندهی گفتن، پیشکاری گفتن، کل بابا تو که نمیذاری منم این تو بگ میزنم. حرف زیادی نزن، برش آبگاره بیار. خیلی خوب میرم. دیبه جو اون زنبیل بردر پینم آم داشته که
حالا حرف تو بزن بیدیم چیکار باز بود. نفر باید چند روز با رویا خانم بریم کنار دریا. بودو باشین حاضر کن. ای بیچاره. این شیرفم شد؟ خفه. من داری میخوای بزنی دوباره. حساب کن. من کنار دریا را فقط به خاطر تو میام. میام اونجا تا اون هیکل قشنگ تو رو تبیدی. تو که پدرمونه درام بود. ای بابا رو گم شد. من از تو خوشم نمیاد جیمی. خوشت نمیاد؟ چرا؟ قد قواره قشنگ نیست که هست. خوشگل که هستم نیستم. آواز بلد نیستم که نیستم. میخوای یه دهم بخنم؟ خب بسته نخون بذار خوش باشی. دست تو بردار. آخه پیشکاری گفتن کل با مرگ تو اگه بخوای عدعتفر در بیریا دستور میدم تو رو تو خانه زندانی بکنن. اون وقت حسرت دریا رو به دلتو میذارم. ایوا چی داری میگی سالار خان؟ من مردم کشته ی تو مرگ من؟ ایوا آره را بیفت بریم. را بیفتی جوان مرده. خانم چطور شد؟ امشب شب جمعه است. همه موتلا پره، جا گیر نمیاد. چه کار کنه؟ به نظر من اگه یکی از این خونه دهاتیان پیدا بشه شانس آوردیم. خب یه فکری بکن. فکرشو کردم خانم. آهای آقا. جون آقا. الهی که من قربون اون آقا گفتن ادی برم. ببین چطور این دختر خوشگل ما رو الله کتم. سلام. این آقا یه خونه دارن که راضیش کردن به ما اجاره بده. باز میگه خونه. اولا که خونه نیست، بهش میگن ویلا. دوبا من مال من نیست، مال یه آدم یک دنده و نجوشه. سبا من هنوز از اجاره خبری نیست، چون باید با اون کله بوچه صحبت کنم که فکر نمی کنم قبول کنه. چهارم نیست. چقدر رو درازی میکنی؟ بسته دیگه. لابا تا فردا به صد و من و هزار و من هم برسی. شما صاحبشو به ما نشون بدین، ما خودمون راضیش میکنیم. خیلی خوب، از ما نشون دادن از شما راضی کردم. بفرمایید. اونجا کنار رودخونه داره با قایقش بر میره. اینم کلبش همیشه با ننه‌ای زندگی میکنه. اون ویلا هم فقط برای اجاره ساخته که ازش امرار معاش کنه. حالا بفرمایید. بفرمایید. مشتری آوردی؟ من خونم قولشو به کس دیگه ای دادم. از صبح تاله این دفعه پنجمه. عرض نکردم قربونه دارم. صاحب اون ویلا شما هست؟ نه نه. چه بد اخلاق. حفظ جوونه به این خوبی اینقدر بد اخلاق باشی؟ بله. دست از سرم ورداریم، بذاریم به کارم برسم. حالا اگه ممکنه تا مسافرتون بیاد ما از خونتون استفاده کنیم. آخه ما غریبه. بابا اصلا دلم نمیخواد خونم رو اجاره بدم. دیویا چرا اتصالی پیدا کردی و خوشگت زده؟ بالاخره اجاره میدی یا نه؟ بله که میدم، اصلا خونه مال خودشونه. پس دیگه تمومه؟ بله. نه نه نه، تازه اولشه. بفرمایید. مرسی. اون پیش در اومدم از که این یارو چرا همچه یا؟ ببخشید فراموش کردم. بفرمایید. بفرمایید. زمین تا بفرمایید خانم جون. بفرمایید. جای قشنگی داری خانم. شما اسباب اساسی چرا اتومبیلم تو جاده خراب شده؟ فکر می‌کنم تا نیم ساعت دیگه برسه. بله بله خانم، این مادر منه. بفرمایید. گوش کن ببین چی میگم عزیزم. میگم اگر اصلاح بدونی تو بهتره تو باغ بخواب. چرا تو باغ؟ برای اینکه باسوادتره. حالا ببرین. راستی من میخوام برم کنار جاده. الان راننده و مباشرمونم پیداشون میشه. من همراهی میکنی؟ اختیار دارین. تا اون بره دنیام بری همراهت میام. اصلا دیگه من تو رو ویل نمیخوام. برو بریم. اسمال جان پیاده شو، خستگی داره. برای بفرما یاده برو دبا کن. زیر قول خودتو میزنی. مگه با هم قرار نذاشتیم یک کیلومتر سوار بشه؟ کیلومتر من یک کیلومتر تو تمام شد پیاده شدی؟ نه که کیلومتر شما رو در کجا اینقدر دقیق نشون میده؟ مگه کیلومتر شما رو ندارم.
کیلومتر شما رو اولاغ این مسافت نشنده. مردی حسابی اولاغ آقایی گفتن، اسمال خانی گفتن. آقا چجوری اولاغ کلو به شما داره؟ آها میگم ولی یه شرط. چه شرطی؟ به شرط این که به همه بگوییم مختره این کار منم. ببینیم اولاغ در هر کیلومتری 1500 دفعه دوباره تکان می‌دهد. این من حساب کردم. حالا بفرما پایین. بفرما دی. بچه. اما خودمونیم کله تو هم خوب کار میکنم. میدونی اگه من جای تو بودم کله و چی کار میکردم؟ چی کار میکردی؟ میدادم کاتوش بر میکردم میذاشتن تو موزه. یرقان باز را افتاد برو آشقه برم مگو لگوزاریه بایستد یه برد نمیشه به جای این که منتظر اونا باشیم بریم به هم گرگم به هوا وادگانه وا اونا هاش اومده ماشینتون همینه اینجا خیلی مدل با نه بابا حتما نتونستن ماشین درست کنن با این اومد اینجا اولاغ موبیله بله شما دنه رو بره در دیواره قرم بادو کلاه بشه بیارش اسمال آقا اسمال آقا اونجا رو این گردن کلوب بایش من چیکار میکنه افله اون گردن کلوبه آمده اون که بزر نهی قیلیون میمونه فوتش کنم باد میبره ده بچه من فوتش کن فوت کن دیگه دیمارک من فوت کن خیلی برای فوت کن بده باد بابره قربان بله به اینجا بینم تو اینجا چیکار میکنی؟ من سننه میبینی اسمال آقا چی میگی میگی من سننه با ایش رو من این دراز خلوت کرده و من میگی من سننه پس تو نامزد داریم دروغ میگی علکی خودشو به من چسبونده چرا دروغ میگی مردک این طلبکار شد که آی بزر برش کن بینم با منم بوده آخر بانی محموده با الحمدلله با من نبوده بینم تو با این خانم چی کار داری اومدی من از با واسه دیاره باره جانت بالا بیاد از اول بگو خانش تاگردم ده برم دهنت ها خونشاگر خاله هی توهین نکنه آقا مباشری گفتن اولاغی گفت به توفق میزنم چی بکنم قربون داشت چه بدونه بعد را بیفتیم بریم بفا میدم حقوق تو نه دست بلوری میکنم من میرم قربون میگیرم آقا بردش برد نخیر خودم با این شو بدنه رو ببرم چه بدبختی من گرفتار شد بلا خودت 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 یه عشق من با اسم آقا ماشین درست شد نه خانم باسی میکنه که ببرش خیلی خوب ببر با من دیگه کار نه هم سلافان 50 تومن بده اون آقا بره 50 تومن؟ چه خبره برای پنج تومن بسشه؟ همون که گفتم بهش بده بول 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 آخه میبینم تو خودت 50 تومن ارزش داری؟ اینجا بیست دومانه با بقیه شاگردنگی منه خیلی خوب داد نازده شو بیابروی آخریزی نکن بگی برو 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 بلاخره من تلافی این پنجه تومن سر تو در میام های کاری حال منم ببینم چه ده فهمیدم نکنه عاشق شدی چی میگی بابا این حرف چیه نمیخواد خودت به گوشه علی شب بزنی منم به درد تو گرفتارم بیبریم بیبریم که هم در بریم جونم بریم سلام ننه علی سلام بیس نی چهل پنجا خوب حالا پنجا بلا پسرت ها چی شده پسر؟ ننه علی پسرت داره دلش قیلی بیلی میره تراب ناراحت نباش ننت بهت محرمه راستشو بخوای ما دوتایی داره یه چیزیمون میشه نمیدونی چه دخترهای شهری خوشگلیم نه پسر من اهل این حرفا نیست وا. پسر من باید همون قایق و رودخونه و تور ماهیگیریش بود لحظان بارو زنم آسان ره بویم و شادان هر گوش روانم چو اهل عشقم در بستر بازه جز مردم عاشق کس را ننشانم خروش این دریا را سکوت جنگل ها را نفروشم بر دو جا
جان زبان دیدن از آن به شوقایت جان سهر که توران دادم به شوق و شوران دادم برفیدم نغم زنم نغم که وقت خود را مگر به توران دادم گرچه ماهی شود این بخت گریزنده من رام من گردد و روشن کند آینده من آه ای جنگل دل نواز کن آه این حس مرام کن ترام اینجا از جنگل و دریا در نقش فریبا هر گوش نهاده خبر نداره از شادی دنیا هر کس که در اینجا دل به دست نداده از آن به شوقایت جان سهر که تور اندازم به شوق و شور اندازم برفیدم نغم زنان روم که بخت خود را مگر به تور اندازم گرچه ماهی شود این بخت گریزنده من رام من گردد و روشن کند آینده من آه ای جنگل دل نواز کش آه این حس مرا مکن تراش مگه چیکار کردم خانم چون داشتم آواز میخوندم مگه شما از صدای من خوشتون نمیاد خیلی خوب ناراحت نشو دیگه چی شده پسرم؟ چیزی نیست علی علی چرا جواب نمیدی؟ من دیگه نمیخوام با اون روبرو بشم چرا؟ برای اینکه از آواز من خوشش نیومد علی علی برو ببین چی میخواد خیلی خوب بله خانم پس پسرتون کجاست؟ میخواستم این نامه رو پست کنم اون دیگه اینجا نمیشه چرا؟ برای اینکه شما از صدای اون خوشتون نیومده نه اینطور اتفاقا خیلی هم خوب میخونه پس چرا بهش انعام ندادید؟ اینجا رسمی که از صدای کسی خوششون بیاد بهش انعام میدن این موضوع رو نمیدونستم حتما بهش انعام میدم بگیم بیاد اینجا این نامه رو پست کنه چشم خانم دیگه اونجا نمیرم هر جور دلت میخواد خیلی خوب به خاطر تو میرم از من ناراحت شدی؟ نه خانم بیا این کاغذ رو پست کن سب کن اینم بگی پول برای چیه؟ این انعامته تو صدای قشنگی داری ممنونم خانم جون میشه یه حرفی ازتون بپرسم؟ بگو شما واسه کی هر روز کاغذ می‌نویسید؟ برای عمو من غیر از اون کسی دیگه ای رو ندارم پس پدر مادرتون چی شد؟ کوچیک بودم که اونا رو از دست دادم منم جز مادرم کسی رو ندارم پس پدرت چی شده؟ مادرم میگه رفته شهر و دیگه بر نگشته عیب ندارم
انسان باید همیشه روی پای خودش بایسته. تو جوان خوبی هستی، آینده خوبی در انتظارته. خدا بهتره درس بخونی، باسواد بشی. چرا نمیری مدرسه؟ آخه جلوی بچه ها خجالت میکشن. خب برو عکابه، اون وقت بزرگتره از من خجالت میکشن. شما حاضرین به من درس بدین؟ البته. ممنونم خانم جان. کجا؟ دو سه روزه با پدر مادرم اومدیم کنار دریا. حالا کجا میخواییم بریم؟ میرم دریا. چه دریا؟ اونم این ریغنی؟ نه اسم الله بایم. چرا چادر سرتون کردیم؟ خب واسه اینکه خجالت میکنیم. عجب بودگاری. الهی بفرماییم بریم. فدای اون عدایت، فدای اون لغایت. حرف اخشم میخوام برم تو کابین لباسم رو عوض کنم. شش، الان درست میکنم، الان. ای کابین در، دو سه نفر بیان، ای پسر بودو بیان در رو باز کنی، نگاه کن، پسر چرت میزنه، بودو اوه جنازه بودو. بله، اخ سلام. تو هیچ معلوم است چی کاری؟ کابینداری، دالانداری، دلال خانی، چی کاری؟ ممکنه در کابین رو باز کنی؟ اوه تو جون بخواه، بودو بسر میخوام برم بهش کمک کنم. با سر ما با هم آمدیم. رفتن زن اومد به داخل یک کابین ممنوعه. به تو بیمیری ما با هم نامزدیم. من این حرفا سرم نمیشه. من بالاخره حساب منو باید با تو تصفیه بکنم. بفرما بنده حاضرم. یقر میگیرم، یقرم میگیرم، درتون درمیارم. باز چه خبره؟ این تنهایی منی گیره بوده. آقا چی شده؟ یلا فوت کن، فوت. چه فوت کن بده باید ببرده. آقا اسمال، شما قاضی، سیسی خانوم رفته تو کابین لباس شه عوض کنه. این سالارم که نمیدونم چرا بی خودی این اسم روش گذاشتی که اصلا میقیاهش نمیاد، میخواد بره تو همین کابین. آخه این آدم معرفت داره. راست میگه پسر، این کارا چیه؟ نگفتم. مگه چه عیبی داره؟ ما با هم تو یه منزل زندگی میکنیم، از اون گذشته مباشر و حکیم، هر دو محرم اسرارن. بله. نه اسمالا شرف مربوطی کی باشه؟ بدا چشقا درویش کن، طرف مربوطه که میبینی طرف منه. ولی عوضی فکر نکنی ها، ایشونه که از اون دخترهای نجیب و تمیز روزگاره. حاجیدم روش نظر داره، شاید تا یکی دو ماه دیگه یار مبارک بادو بزنی. یار مبارک اسم اصلا شکمه رو سابون بزنی. کار تو شکمت بخورم اما چرا شکمه؟ باشی فکر تو باشم. بیاریم دریا بگیریم. دیدی یارم شمتا؟ ببن من ایش نختش قشنگه. جان هیکلی میبینی؟ خف؟ چیه برده چشم رو نگرم در گور بکنم به؟ بیانا نگردار تا ما بریم دریا بگیریم و بر کردیم. بونه نیگه پاک کنه داریم میره دریا. آنه یا یافتم اعضا میخونه کنم که آن خانم معلم رو صندلی نشستم بی ادبی. نشستم بی ادبی. باری کلا. بده من اون دفترچه‌ت. بفرمایید. خب بیا هر چی من میگم تو هم بگو. چشم. چرا منو نگاه میکنی؟ دفترچه تو نگاه کن. چشم کن. ولی من تو صورت شما همه چی رو میخونم، مثل اینکه سوادار شدم. همه خوبی ها و پاکی ها و صفا و صمیمیت ها تو چشمای شما نوشته شده.
همش فکر میکنم با شما دارم تو آسمون هم پرواز میکنم. صدای قشنگه. چقدر قشنگه. اینا رو مادرم برای عروسیش درست کرده بود. وقتی صدای قشنگ شما رو شنیدم دیدم برای پیشکش دادن به شما هیچی بهتر از اینه نیست. متشکرم، تو جوان خوبی هستی. این قشنگترین کادویه که تا حالا به هم دادم. هیچ وقت این هدیه رو فراموش نمی کنم. سیسی. بله خانم. بیا اینجا.
بله خانم. اینا رو ببر تو. چشم خانم. من میخوام برم کنار رودخونه قدم بزنم. تو هم با من میای؟ هر جور شما بخوای خانم جان. نه تک منم مثل اینکه موت آتش میدن همیشه جوری من سرد میشی درد و بلا بخوره ببین اون بالا بالای سرمایی تا مگه نشنفتی شاعر میگه به هر جا میروی دنبالت هایم به راه عشق تو بشکسته پایم خودم میخوای با تا شعر بخونم نمیخوام شعرهای قشنگ قشنگ میخوای خودم برای شعر بگم شب از تو من شوقه بزه را دارم نمیخوام با آهنگ نمیخوام گروه موشگی ماه دارم پس بریم یکم بگردیم ببین چه آفتاب محتوا قشنگیه خوب نیست ممکنه سالار بیدار بشه سالار هیچ غلطی نمیتونه بکنه بیدار بشه میزنم گردنشو میشکنم گردن من میشکنی من غلطی نمیتونم بکنم الان حسابت میرسم سوار بکن آها اسمال آقا جا جلسو با چی نیست جاشم خوش کسکه کجا رفته اینجور نمیشه باید پیداشو کنم کجا رفته سوالا دامو دستگاهی را انداخته بخلا در خاره نز بشم میگم اسمالا گرفتاری اخلاقی پیدا کردیه چی شد که مزاهم حضور شده این فضا میگم که اسمالا دست ما با دامنت باز این پسر پیدا شده در این از دست ما میره چی بکنم؟ خب محکم نگرش دار نره ما لغیرتا عیش ما رو به هم نزده بذار به کارمون برسیم پس من برم ها؟ میخوای بری برو ولی رفته هاش پشیمونه چی ها؟ بیا این میوه بزن روشن شی می بزنم؟ او با من از این حرفا نزن ها؟ حالا بودی ببینم چرا ترش کردی؟ دیگه دیگه بریز ببینم باش باید نشست سلام میره باده درستو خوندی خانم جون میدونی؟ میخونی و با سواد میشی باید سروردت هم مرتب باشی خانم جون شما هر چی به من درس بدین من یه ساعت فوت آب میشم سروردم هم چشم قول میدم همونطور که شما بخواین باشم شیکم تو به تو تحتایی بلا رامز سیخ و سکندر همی داریم مطمئن ما نفهمیدیم روی خانم از چی این بسر خوشش اومده آه باز علیه بگیم باز سلام سلام چرا میخند خانم جون چرا میخندی؟ اینا چیه پوشیدی؟ شما خودتون گفتین باید لباسام مرتب باشه خانم جون بله من گفتم اگه آدم لباساش کهنه باشه عیب نداره ولی باید تمیز یا این لباسای مسخره رو بپوشی من خیال میکردم شما از این لباسا خوشتون تو شهر خیلی ها بودن که لباسای قشنگ قشنگ میپوشیدن تو با همون لباسا خوبی همون لباسایی که نشونه ای از مردم پاک و با ایمانه نمونه ای از مردم با حقیقت و با صفا همین الان میکنمش خانم جان نه
نه اینجا نیستی. Vay 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 hay 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 vay 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 hay 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 nazat ra be gerdam devin ke çekerdam veşla bacana bacana çekerdam
نامزد داریم. چی چی دارم؟ بله شما نامزد داریم، میخواییم باش عروسی کنیم. خودش به من گفت. کی این حرفو زد؟ آها جهانگیر باهات شوخی کرده. ببین درسته که عمومونو به عنوان نامزد من انتخاب کرده، ولی به شرطی که با هم توافق اخلاقی داشته باشیم. بالاخره چی؟ میخوای باش عروسی کنی دیگه؟ آه من هنوز تصمیممو نگرفتم. اگرم تصمیم بگیرم با اون عروسی نمیکنم، چون ازش خوشم نمیاد. بله داماد کس دیگه ایه. من پسری رو برای خودم در نظر گرفتم که خیلی خوبه، قلبش مثل دریا پاک و بیالایشه. خانم جون در حسودی میشه، بگین اون کیه؟ تو رو خدا بگین اون کیه خانم جون؟ نکنه منو. بهش توهین نکن، این پسر دهاتی خیلی فهم و درک و شخصیتش بگی میکنم. زندگی اونم با این پسر احمق. من ممکنه احمق باشم ولی دروغگو نیستم. چرا گفتی که تو نامزد خانم کنه من هستی؟ تو دروغ گفتی، تو دشمن خدایی. ولش کن احمق، را بیا فریم پیش بهرام. دستم و ول کن. دستتو بکش. تو به من فحش دادی، هیچ نگفتم. کشیده زدی، هیچ نگفتم. ولی اگه بخوای به خانم کنه من بی احترامی کنی. به چه جرأتی با من اینجوری حرف میزنی؟ بلش کن. به خانم چونه من بیه کن این هم دیگه رو به خدا جو. مال من باشی، تو باید با من عروسی کنی. چی داری میگی علی؟ من دیگه نمیتونم صبر کنم، تو رو همینجا نگرت میدارم، باهات عروسی میکنم، هر روز میبرمت دریا، واسه ماهی میگیرم، غروب دریا رو بهت نشون میدم، انقدر سرتو گرم میکنم و قربونت میرم که دیگه اصلا هوای شهر رو نکنی. خیلی خوب، من خودم ترتیب کارو میدم، تا تو بری جهانگیرو بیاری منم با عموم مسئله یکی نمیشه اونو سرسری گرفت. بله ولی میدونی که در این مسئله باید رعایت شئونات خانوادگی رو بکنی. میفهمم شما چی میخواین بگین عموجو، ولی باید سری هم بهتون بگم من با جهانگیر نمیتونم زندگی کنم. درسته، چون تصمیم دارم با یه دهاتی بی سر و پا ازدواج کنم. چی شده جهانگیر؟ این چه قیافه‌ایه؟ از خانم بپرسین، داماد شما علاوه بر اینکه یک احمق بیشتر نیست، بزن بهادرم تشریف دارن.
بهتر رعایت انصافو بکنی. آقای جهانگیر خانه فهمیده و اروپا رفته، تو اول به صورت اون سیلی زدی و وقتی میخواستی منو دنبال خودت بکشی اون از من حمایت کرد. چیزای تازهی میشنوم، موضوع چیه؟ موضوع همونه که گفتم، من و جهانگیر با هم توافق اخلاقی نداریم و ازدواجمون نه به صلاح اونه نه به صلاح من. این موضوعیه که من باید تصمیم بگیرم. ولی عمودون شما همیشه میگفتین من در انتخاب شوهر آزادم. ولی فکر نمیکردم که تو حیثیت خانوادگی تو زیر پا بذاری و با یه دهاتی اشبازی کنی. عموجون خواهش میکنم در قضاوت عجله نکنید. این منم که باید یه عمر با شوهر آیندم زندگی کنم، نه شما. از اون گذشته دهاتی بودن اون برای من مهم نیست. مهم اینه که بین ما عشق پاکی وجود داره. من اونو دوستش دارم عمود. خفه شو. چطور به خودت اجازه میدی اینطور گستاخانه با من صحبت کنی؟ عموجو شما منو برای تحصیل به اروپا فرستادی، برام از هیچ گونه خرجی دریغ نکردی، مثل یه پدر دلسوز همیشه راه نمای من بودی که بتونم در زندگی آزاد فکر کنم و از حقوق خودم دفاع کنم. شما نباید از اینکه من حقایق و بی پرده با شما در میون میذارم ناراحت بشی. ولی شما با این عملتون ثابت کردین که هنوز قیم لازمه. آقای جهانگیر خان بهتره رعایت ادب و نزاکت رو کنید. بذارین آخرین حرفمو بهتون بزنم. شما برای همیشه از زندگی من خارج شد. خیلی خوب، فعلا بفرمایید بریم تهران، اونجا بیشتر با هم صحبت میکنیم. اجازه بده نساسیمون جمع کنم. احتیاجی نیست، شما سوارشین، من دست روشو میدم. زود باش. چیه دی قربان؟ بیا بریم جان. ببینم مدرک یادت رفت جریان به آقا اسمال بگم. برو تو این دم آخره برو بل نمی کنیم، ما داریم میریم دی قربان. برو آبی افتی دیگه بل نمی کنم. بریم نمیس که دارن میرن. روز باشی جان، میرن به علی بگم. علی ها علی ها میگی دست خالی نباشی گرمم خود بگو تو میگی دست خور میگی علی مادر علی کجاست؟ علی مادر خانم جون کجاست؟ اونها دارن میرن، گرد خاک نمیرین. مگه چی شده؟ شما نمیخواین اینو قبول کنین که برای علی فقط رویا مطرحه. عشق اون نسبت به من پاکه. عشق اون از این عشقای رومانتیک جوانای امروزی نیست. تو هنوز برای درک حقیقت و تصمیم گرفتن در مسائل اجتماعی خیلی جوان هستی. زندگی فقط این نیست که تو با اون پسر همدیگر رو دوست داشته باشین. در زندگی انقدر مشکلات هست که به محض این که با یکی از اونا روبرو بشین دیگه عشق و عاشقی از یادتون میره. اون وقت همه زیبایی ها مبدل به زشتی میشه. دیگه معشوق نازنین در برابر دیو عاشق سینه چاش به صورت یک دیو در میاد. ببینم اون وقت عموی خودت رو سرزنش نمی کنی که چرا جلوی احساسات تند تو رو نگرفت؟ متاسفانه شما خیلی بدبین هستین عمو جون. من بدبین نیستم، اینا حقایقیه که من وظیفه دارم که به تو بگم. ولی به نظر من شما دارین حقیقت رو از من پنهان میکنین. ببینم، مگه خود شما عاشق نبودین؟ مگه شما به خاطر عشق گم شدتون از همه لذایز زندگی چشم نپوشیدین؟ مگه شما تمام شهرها رو به خاطر اون وجب به وجب نگشتین؟ این چه سنتیه که فقط من باید تابع اون باشم؟ حالا زمان و مکان عوض شده، اینقدر سماجت نکن. از من بشنو، صلاح توی که زن جهانگیر بشی و دست از اون پسر دهاتی برداری. ولی به نظر من هیچی عوض نشده، فقط مهرهای شطرنج زندگی تغییر کردن. اون روز شما بودین و یه دختر دهاتی، امروز منم و یه پسر دهاتی. ولی صلاح تو رو من باید تشخیص بدم. وقتی اون پسر اومد اینجا باید تکلیف خودتو باهاش یکسره کنی. تکلیف من اینه که فقط باهاش عروسی کنم. من اونو دوست دارم، شما چه بخواین چه نخواین من این کارو میکنم. فهمیدی؟ نمیدونم. از علی آقا کاغذ اومده. خب این که قصه نداره، چشم شما روشن. چه فایده؟ اون میخواد بیاد اینجا ولی عمو ماش مخالف. راست میگین میاد اینجا؟ حتما تو رو جونم هم با خودش میاری. خدای من برم به بچه ها خبر بدم. چیگاه میگونی؟ سیدم برای هیچ چیز اونجوری میکنه؟ اوشقاب اوشقاب؟ بفرمایید. به پاش حد پاتو ججت نه. نمیره بره، نه ترس جان، قربان تو برو. چیه؟ چه غمیشی هم میاد. خوشحال
حالم. چی شده امروز خیلی شنگول و انگول هستی؟ چرا که نباشم، قرار علی بیاد تهرون، حتما ترابم با خودش میاره. چی بار رشادت مرد میزنه، میسی که توفه این نتنز میاد. والا خوب کردم چشمت کور دندتم نرم. آبجی خجالت بکش، آخه ناسلامتی اسمالی گفتن، سالاری گفتن، آخه این بابا که بلگ چوندر نیست. آی اسمال قربان اون دهنتو، من نمیدنم از دست این دختره بیوفا چند دیبایه زجر بخشم. آخه نمیدنم تو آخر دنیا اگه بمیری دیگه هم باهات حرف نمیزنم. بازم بهت میگم من تو را با دوست دارم، میخوام زنش بشم. مردشو رو سلیقه ای تو رو بباره. کسی جوان بین هیکل و خوشخواری رو ول میکنه، اون وقت میره سر اون دیلق میشه. با مرگ تو حتو بمیری دارم خفه میشم. این یکی رو به مرگ خواه باشه. خب ببینم خوشگله، این تم بیمیره من خوشگل دارم. یا مردشور چقدر از خودش تعریف میکنه، من یه موی ترابو به صد توی تو نمیدم، فهمیدی؟ حالا کجا فهمیدی که میخواد بیاد؟ توی علی کاغذ نوشته، تو کاغذش هم نوشته که میاد دست آقا رو میشکنه. خیلی خوب خوب شد، حالا منم قلم پاش میشکنم این بون در بیمعرفت. حالا دیگه دست آقا برام با پای تراب معامله میکنی؟ چیکار بکنم بره، زورم که نمیرسه. اگه حرفشم نزنم این دلمون بد میکنه که قربان. خدا کنه قلم و پاش بشکنه که وارد تهران نشید. خودشه اونجاست. آره. کیه اومدم؟ سلام خانم. ای بو شمایی نری آقا، پس تو را تو را تراب به قربونت برسید. بیدخنم قربونت سیخی جون، دلم یه در رشاده بوده برای اینا. یه زنگو اسمالا اسمالا وای اسمالا بودو بودو با چجوری رمیه بودو بره بودو بودو بسا مگه سهر آوردی اونجا رو نگاه کن. ای رقیبش دشمن من از غر رسیده، حالا چه خاکی به سر ما بریزم؟ ها هیچی بذار، ناسلامتی ما مردیم، هرچی باشه اون مهمون ما، تو باید بشه احترام بذاریم. راویو برای من نفهمیدم تو رفیق منی یه رفیقی تروبسی ها؟ راویو تروب چیه بذار تراب رویا خاله از دست جابون خرید کنن ولی امون چهتا چرا میخندی؟ آقا این چه ریخ دیست؟ من تو مریض خونه کار میگانی؟ بابا دهنه چه؟ بسملا توی میکنی؟ آخه جلدم چیز خوبیه، کلفتی گفتن، آشپزی گفتن، نوخف باز تو کار من دخالی؟ به همین زودی مدره یادت رم. تو هم با این مدره که تو مارا کشتی ها شنیدی میگم با مرده رو بدی؟ بابا شما چرا اینجوری میکنی؟ بذار براش بگم، ما اینجا داشم خونه زادیم، هر کاری پیش آید خوش آید. آشپز بخوان ما اسمال آشپزیم، راننده بخوان اون وقت میشیم اسمال راننده. کیفم شد؟ قربون اون معرفتت، من از تو خیلی خوشم. قربانت ببین سالار، داشتنی رو ببر بالا پیش آقا. نفهمیدم من برم میدان برای رقیب خالی بیزرم؟ من از بغل سیسی جان تکن نمیخورم. خود تو به من نچسبون. بیکش خود تکنه تا دندون رو لیلن کردم. آقا بل کنین هم دیگر رو، اصلا میدونی چیه؟ من خوش کردم شما با هم آجدی کنین، آخه ناسلامتی داشته رو بهت را رسیده. باشیه پس بی جلو من بخشیدمه. ما هم به افتخارتون روز جمعه یه سور مفصل میدیم که دیگه با هم گردگیری نکنین. خب سالا داشلی رو ببر پیش آقا. نخیر بیلخیر ما باید بریم ده ربی و بای مزهیم بفرم. بفرمایی داشت را بفرمایی بف شما خب قربون دارم منی میبری جاهای خوب نشونم میدی. چرا که نه بلاهی قربون نازده برم. بیا 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 همین جس من رسیدم. بیا بیا جلو که بیا دیره همه دردی برای نگه میکنی. یه باش سلام کن. سلام قربان. سلام آقا. سلام. ایشان همون علیه، یعنی علی آقا. تو همون جوانی نیستی که میخوایی دست منو بشکنی؟ بله همینطور آقا. خفه شو برو گم شو یلا من باش کار دارم، ما رو چند دقیقه تنها بذاری. شوش خب برای چی اومدی اینجا؟ برای اینکه خانم جونم رو دوست دارم، اونم منو دوست داره. دوست داشتن کافی نیست، هیچ فکر کردی بین تو و رویا چقدر اختلاف هست؟
پس خدا واسه چی خوبه؟ نشسته اون بالا که همین اختلافا رو از وسط برداره. آخه جانم، همش که دست خدا نیست. خدا به ما عقل داده که هر کاری میخوایم بکنیم در اطرافش فکر کنیم. حالا بقیده من بهتره که تو دست از سر رویا ورداری و راتو بگیری بری. اگه منم بخوام، خانم جونم دست از سر من ور نمیداره. مگه نمیدونی ما دوتایی یه روحیم تو دوتا بدن. این حرفا رو خانم جونم وقتی به من درس میداد یادم داده. ببین علی، من حاضرم یه معاملهی با تو بکنم. تو برگرد برو به ده، منم تو رو از مال دنیا بی نیاز میکنم. من حاضرم هر چی پول بخوای به تو بدم، ولی به شرطی که از رویا چشم بپوشی. بیا تمام این پولا رو میدم به تو. بکش همش مال تو. بیا بردار. اموجی تو اینجا چی کار میکنی؟ من دیگه نمیتونستم اونجا بند بشم، اومدم که شماره بچکرم. بسیار خوب، علی رو ببر اتاقش رو بهش نشون. ضمناً دخترم، میدونی که با این ریخت و قیافه اون نمیتونه بین ما زندگی کنه. باید کاملاً عوضش کنی. حتما این کارو میکنم اموجان. دیگه سفارش نمیکنم. باید طوری عوضش کنی که وقتی به دوستات معرفیش میکنی احساس حقارت نکنی. چشم اموجان، من از علی یه مدل میسازم که دست همه فرنگ رفته ها رو از پشت ببنده. بیا بریم علی. برام خان، حدس میزنم که با موندنش در اینجا موافقت کردین. بله، ولی ناراحت نباش، کارا درست میشه. روز جشن تولد رویا متوجه نقشه من میشی و به من آفرین میگی. اینم بدون که من برادر زادمو به این آسونیا به کسی نمیدم.
نفهمیدم جد آلا آبشه کشیدن چلو شد نه خیر پلو شد مدرک یاد درم برای عجب گرفتار شدی ما حالا تو از من مدرک داری من نفسم نباید بکشم معنی مدرکم فهمیدم ما نفهمیدیم این مدرک چیه که شما اسمشو میاری؟ الان مرانه یه چی شیرم میگی برر؟ مگه با چی شدی تو بده خوش باشیم دفار من مگه یادت رفت من دوره طرف خط کشیدم پس بدونیم آقا چشم شاقیه بیمارفت چرا می نمیریزی؟ نوکره تمیزفل آقا جان چشم بفرما آقای جیه می قربان قربون دست به انجوله کلنگور سلامتی بیه این چی بود خورده این ها سلامتی همگر نوشه جون گرده این بهش میگن شربت شیطون نه وقتی بخوری دنیا رو طور دیگه ای میبینی من الان این ملیجی جونم اون مثل یه هوری آسیمونی میبینم قربونه دارم بده منم بخورم میخوام سیسی جونم مثل ملاک ها ببینم بال میدنه بفرما قربونه تا تلنگرم خواهی تو که بالا نیستی مگه مجبوری شربت شیطان حرام میکنی ها اگه نمیفهمم بیدش که دیگه بیدیم مثل من برو بالا سلامتی دیگه چه خوشگری میخوره بازم مرغی که انجیل میخوره نوکش کجه الان بهتون نشون میدم به من میگن تروب سیاه ببشقی تروب خان من استکانی نیستم من شیشه ایم ببینم چی شد چرا اینجوری کارم؟ همه تون رو قادی قادی میبینم حیف نداره زن افرشه کجا جو دیدی؟ آقا اسمان که خوب بودی ها من الان دارم سیزی جونم مثل پری میبینم بیا جلو من ایش خانومم همینطور شما رو که این قادی میبینم ما نمیدونم چرا این سالا رو این دوره میبینم مثل این که دو دوشاق روزرشه یه دم من به پشه ای برسه میبینی های اسمان که بیمارفت تو بیمیری زده ما پسه حیا کن داشت رو مهمونه مونه با مارونی کامن چی چی رو باره هی لیفتش میدی و براش تره خورد میکنی مهمان بودمه آمده مثل خورو افتاده با جهنم آقا مباشری گفتن کلپتی گفتن تروبسیایی گفت ببخش الان حسابت میرسم بیدو شوخی کردم چی گفتی؟ شوخی کردم قربان تو برم تو ببینی شوخی کردم جان آقا اسمال شوخی کردم تو شوخی هم سرت نمیشه نه خیر ولکن نیستم آقا اسمال بلنشیم بریم فردا شب جشن تولد خانومه یه خروار کار داریم معرفی میکنم آقای علی زرپربر، مالک بزرگ شمال و نامزد برادر زدم رویان متشکرم حالا رقص با تعویض پرتومر افتخار این رقص رو من میدید بای جنده کجا پسرم؟ دلت نمیخواد یکی از اون آوازهای قشنگ رو بزنی؟ رویا میگفت صدای قشنگی توجه بفرمایید داماد آینده من میخواد براتون آواز بخونه رویام نامزدشو با پیانو
کسی از این کارا ایراد بگیره مسخرش میکنن، اونو خرافات فناتیک میدونن. آخه کجا این کار جز رسوم و تمدن ماست؟ نه، فرهنگ و تمدن ما اون یادگاره یکی از بزرگان ما به ما ارث رسیده. فرهنگ و تمدن این نیست که زن رو مجبور بکنه تو بغل این اون برقصه و مشروب بخوره.
این همون چیزاییه که تو خودت به من یاد دادی. یاد دادی که درس بخونم، کتاب بخونم تا فکرم باز بشه. من تو رو درس دادم، با محیط آشنات کردم که این خرافات رو از سرت بیرون کنی، ولی افسوس. شما به اینا میگین خرافات؟ چون من جوان متعصبی هستم و نمیخوام زن آیندم تو بغل چند نفر بی سر و پا بره، خرافاتی هستم؟ من نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم. شما هم نمیتونین با این حرفا رسوم و عاداتی رو که تو کوهستانا با اون خو گرفتم از من بگیرین. این لباس هم نمیتونه منو عوض کنه. بسیار خوب، برو برو تو همون قایق زندگی کن. از من میشنوی بهتره بری تو کره ما، اونجا تک و تنها زندگی کن تا کسی مجبور نشه اخلاقتو عوض کنه. دیگه هم حاضر نیستم این مزخرفاتو بشنوم. میتونم رفیقم تنها بذارم. اگه منو دوست داشتی و خواستی با من عروسی کنی، بیا همونجا با هم زندگی کنیم. نه فهمیدم چی شده. من چی میدانم؟ شکری وفار دیدی سیسی جان، با خاطر رفیقش تو رو بل کردم. این منم که مستکنه تو رو چسبیدم بل نمی کنم. خوش به حالشون. آرزوم اینه که یه روزی با تو را کنار آب تو همون خونه های دهاتی زندگی کنم. برای مادر تعریف میکنی چه اتفاقی افتاده؟ بهتره چیزی ازم نپرسیم. والا چی بگم، ما تو شکست خوردیم ها، تعبگر کردیم و برگشتیم. اینم بهتره بگم ها، من با آتیش عشق پسر تو سوختیم و الا طرف من حاضر حاضر بود. اب نداره، هرچی خدا بخواد همون میشه. من از روز اول بهتون گفتم این دخترای شهری به درد زندگی با ما دهاتی ها نمیخورن، چه برسه به رویا خانوم که اصلا ستارش با ستاره پسر من جور در نمی اومد. گوش کن اینجا، من به شما قول میدم واقعا نقشتون عالی بود. من هرگز فکر نمی کردم که نقشتون اینقدر استادانه تحریزی شده باشه. هیچ کس کوچکترین سوء ظنی پیدا نکرد، حتی رویا متوجه ساختگی بودن این صحنه نشد و همون کاری رو که ما میخواستیم انجام داد. من همون اول که بعد با دامن زدن احساسات فرنگی مآب رویا وسائل این تفرقه رو ایجاد کرد. درسته عموجون، ولی شما اشتباه میکنید. برای من خیلی ساده است که به گناه خودم اعتراف کنم. با علاقه که علی نسبت به من داره خیلی زود منو میبخشه و دوباره همون زندگی پاک و بیالایشو از سر میگیری. ولی از شما انتظار نداشتم، از شما که به خاطر عشق یه دختر دهاتی از همه خوشی ها چشم پوشیدین و به قول خودتون برای پیدا کردنش همه جا رو زیر پا گذاشتین. من متعجبم با این طرز فکر، چطور راضی شدین بیرحمانه بین من و علی جدایی بندازین؟ تو متوجه نیستی، بعض من با تو فرق میکنه. من مصلحت تو رو اینطور تشخیص دادم. ببینم، شما چند سال پیش به ایده پدرتون احترام گذاشتین یا دنبال عشق خودتون رفتین؟ بله عموجون، ممکنه تو این خونه جایی برای علی نباشه، ولی بدونین که قلب و روح من در اختیار اونه. و اینم سریع هم بهتون بگم که من نمیتونم بدون اون زندگی بکنم. ولی تو نمیتونی برخلاف میل من رفتار کنی. باید حرفای من و تصمیماتی که برات میگیرم بدون چون و چرا قبول کنی. مثل اینکه فراموش کردیم من به سن قانونی رسیدم و میتونم مستقلا برای زندگیم تصمیم بگیرم. گوش کن، بعد اجازه بدی.
ببینم جوونی که آه در بساط نداره چطور میتونه وارد خانواده ما بشه؟ چطور میتونی جلوی دوستات سر بلند کنی؟ از اون گذشته اگه بخوای برخلاف میل من قدمی برداری دیگه توی این خونه جایی برای تو نیست. بسیار خوب، بهتره که نباشی. خانم جون منم با شما میام، تو رو خدا منم با خودتون بیا بریم مسائلمون رو جمع کنیم. خودتون برم خانم جون. خب حالا چی میشه؟ فعلا نمیتونم. خدایم بهم کمک کن تا بتونم این عشق لعنتی رو از دلم بیرون کنم. چرا لعنتی؟ به خدا مقدس بگو، بگو این عشق مقدس چرا اینجا آمدی؟ دیگه بین من و تو همه چی تموم شد. علی من بد کردم. چرا؟ هیچ میدونی چه ضربه ای به قلب من زدی؟ من که جز صفا و صمیمیت چیزی به تو هدیه نکردم، چرا این همه وفا رو زیر پا گذاشتی و له کردی؟ فکر نکردی با این کارت علی رو میکشی، نابود میکنی؟ برو، تو برای همون زندگی شهری ساخته شدی. من بچه ادراحاتم، پسر کوهستون و رودخونه و دریا هستم. میدونی اگه تو نباشی هر شب عکس تو رو توی یکی از ستاره ها میبینم و با خانم جون خودم اون بالاها راز و نیاز میکنم. چرا اینقدر خودت رو عذاب میدی؟ اگه منو نمیبخشی بهت قول میدم که از اینجا برم و دیگه هیچ وقت سر راه تو نباشم. من قربانی یه توطئه کثیف شدم، یه توطئه که عموم تر راه اون بود. بدبختانه موقعی من فهمیدم که تو هم رفته بودی. ببین علی، من لباس یادگاری تو رو پوشیدم و اومدم اینجا که خانم جون دوستت دارم، به خدا دوستت دارم. خانم جون دوست دارم. حالا دیگه نوبت من توه، بگردم به دور این خد و بالا. ببین تو این لباس چه ماه شدی، هیچی نمونده بود تو رو از دست بدم و رقمه گورتون میرم. چقدر تو بلایی. میرم برا جونی، قربون اون بلا گفتن ادی برم. خدا بگم بخوام خانم چیکار کنه که نزدیک بود باعث جدایی ما بگه. محمود خان و جهانگیر خان پایین منتظر شما هستن. بهشون گفتم آقا استراحت میکنن، گفتن منتظر میمونید. بسیار خوب. برای پی ارسه فکر نمی کردم اینقدر دست پا چلفتی باشه. انتظار داشتی چی کار کنم؟ خودم رو دست و پاش بندازم؟ بسی به هر ترتیبی شده از رفتنش چلو گیری کنیم. با بودن بستان من چی کارم؟ کاسه که دختر از آش نمیشه. فعلا که دختر از دستمون در رفت و تمام نقشامون نقش براب شد. ولی باید جدا این کار از بهرام بخواین که هر چی زودتر رویا رو برگردونه. منم تازگی ها ازش بدم نیومده. حتما این کارو میکنم. تمام طلبکارا منتظر این ازدواج هستن. این بهرام بیشور همیشه با نقشای احمقانش کارو خراب میکنه. گوش کن پدر، اگه دلت بخواد میتونیم شریک عزیزتو در یک نیمه شب با یک گلوله از سر راهمون برش داریم. مسخره است. خونه من نقشه قصر منو میکشین؟ بیخود نبود که رویا از شماها متنفر بود. اون میدونست که تو پسرت چقدر پست هستین. ولی شما دارین اشتباه میکنین، منظور پدرم چیز دیگه ای بود. دیگه تظاهر بسه، زود باشین از خونه من بریم بیرون. از امروز شرکت من و شما فسخه. ولی دیگه دیر شده، من کاری میکنم که مجبور بشی برادرزادتو با التماس. اگه کوچکترین صدمه ای به اون بزنی با من طرفی. خفش تو پیرمرد. گوش کن پیرمرد، همین امروز برادرزادت تو بغل منه. این آرزو رو به گور میبری.
باشد نگاه تو به نگاه من، نباشد افتون تر گناه تو به گناه من. به خدا کم باشه خاطر خامسته من دین چاک تو. به خدا میدانم میدانم احساس قلب پاک تو. کدومو که میخوای حساب کن. خیلی خوب، با علی کار نداشته باشه، هر جا که تو بگی من باهات میام. را بیافت. نه سب کن برش و الا سوراخ سوراخت میکنم. زود باش بشون. باری کنیم درد رویا خانم اینجا نیست. تو اشتباه میکنی. من وقتی از پیش تو رفتم تصادف کردم. منو برای معالجه فرستادن اروپا. به خدا تمام حرفام حقیقت داره. سال هاست که دارم دنبالت میگردم. باور کن. من جوونیمو فدا کردم تا شاید بتونم یه دفعه دیگه تو رو ببینم. نه بیگه برو. این تفنگ چیه؟ با رویا خانم چیکار داری؟
اون و نامزدش علی در خطرن، باید نجاتشون بدم. تو علی رو میشناسی؟ اون نامزد برادرزاده منه. من با ازدواجشون مخالف بودم ولی حالا پشیمونم. هیچی میدونی علی پسرمونه، میوه عشقمونه. چی؟ علی پسر منه؟ خدای من، من پسر دارم، من پسر دارم. نه علی چی شده؟ شمایی؟ زود باشین کمک کنیم به دارشون برسیم. علی و رویا خانم در خطرن، جانگیر خانم میخواد نارو بکشن. کجاست؟ تو جنگل. جنگل؟ نه علی بلده. بیا چرا با ایزادی راه بیو؟ بریم جاندارمری؟ منو کجا میبری؟ تو باید مال من بشی. من حاضرم همین الان حرکت کنیم بریم تهران. نه به تهران رفتن احتیاجی نیست، تو همین جنگل مال من میشی. میرم بیو. پسر شما؟ بله، پسر من. من از امروز دیگه پسردار شدم. خدایا شکرت، نعمتی به من دادی که سالها آرزو شداشتم. با گم شدن نرگس نزدیک بود این آرزو رو به گور ببرم. خدایا، من در مقابل عظمت و بزرگی تو سر تعظیم فرود میارم. قانون توقیف هستید. جناب سروان، ایشون با این چه بگی کردن ولی ما از شکایتی نداریم. ولی از نظر قانون ما وظیفه دیگه ای داریم. را بیافتیم. خانم باید دارتون بیتیم آرشتان. بله امرو الان بیتون بیمارستان. ناراحت نباش پسرم، من دیگه هیچ آرزوی ندارم، برای اینکه تو رو دارم پدر. به خدا کم باشه خاطر خامسته من دین چاک تو.